خوشبختانه اولین نشانه های بروز زوال عقل میتونه 10 سال قبل از اینکه شما تغییر شناختی داشته باشید رخ بدن. در زوال عقل در واقع قسمت هایی از مغز بر اثر التهاب تحلیل میره و کوچکتر میشه. نکته جالب اینه که سالها طول میکشه که این فرایند گسترش پیدا کنه. فقط یادمون باشه علائمی که قرار ذکر کنیم معنیش این نیست که حتما دچار زوال عقل شدید. ممکنه این علائم به دلیل بیخوابی، استرس یا چیزی که خوردید باشه. تا انتهای کلیپ همراه ما باشید چون میخوایم به بهترین راهکارهایی اشاره کنیم که بتونید فوقوی این مشکل مغزی رو تا حد ممکن از خودتون دور کنید. اولین نشانه قبل از وقوی آلزایمر تغییر حسیه و اساساً هم به حس بویایی مربوط میشه، چون اون عصبی که به سینوس های شما ختم میشه مستقیم به پشت مغز میرسه، یعنی سیستم عصبی مرکز و هیچ سطح خونی مغزی وجود نداره. یه جورایی یه مکان آسیب پذیره که در معرض ایجاد مشکل قرار داره، به همین دلیل زودتر خودش رو نشون میده. بین تمام مشکلات حسی، حس بویایی اول از همه آسیب میبینه. نکته جالبی که بویایی داره اینه که گاهی وقتی حس بویایی شما کار نمیکنه، اصلا متوجهش نمیشید. مردم بهش عادت میکنن چون هیچ گونه دردی نداره. بر اساس تحقیقات خیلی جالب انجام شده، نبود حس بویایی به عنوان اولین نشانه خیلی قبل‌تر از مشکلات شناختی دیگه خودش رو نشون میده. از میان حس‌ها ممکنه بینایی هم دچار مشکلاتی بشه، چون بینایی هم مربوط میشه به بخشی که از سطح خونی مغزی فراتر میره به اسم شبکیه که از چشم داخلی تا بیرون جمجمه ادامه داره، ولی حس بویایی آسیب پذیری بیشتری قبل از وقوع صدمات مغزی داره. نشانه بعدی قبل از وقوع آلزایمر و پدیده فراموشی مشکلات خوابه. مشکلات خواب ممکنه 100 دلیل مختلف داشته باشه، اما ارتباط زیادی بین مشکلات خواب و بیخوابی و زوال عقل وجود داره. نشانه بعدی تحریک پذیریه، یعنی تحمل کم در برابر استرس. آدمی که خیلی راحت تحریک میشه صبر کمی داره و آروم نیست. خیلی از افراد اینطوری هستند و مشکلشون هیچ ربطی به زوال عقل نداره، اما قطعاً به عنوان یکی از نشانه‌های اولیه زوال عقل در این دسته‌بندی جا داره. نشانه بعدی بیقراریه. وقتی مغز شروع می‌کنه به تخریب، شخص خیلی بیقرار میشه و نمیتونه راحت سر جاش بشینه. پرخاشگری بیش از حد هم نشانه دیگریه که به تحمل کم در برابر استرس هم مربوط میشه. نشانه بعدی مشکلات در حافظه است. فراموش کردن اسم‌ها و کلمات و یا مشکل در یادگیری چیزهای جدید. مثلا شخص ممکنه کلمات رو قاطی کنه و بازی زمانی خالی زیادی بین پاسخهایی که میده داره. مشکلات در حافظه موارد دیگری رو هم شامل میشه. مثلا عدم توانایی در تشخیص اینکه ماشینمون رو کجا پارک کردیم، یا اینکه مرتب فراموش کنیم کلیدها کجا هستن، و یا برای پیدا کردن راه منزل بدون GPS مشکل داشته باشیم. نشانه بعدی شروع تخریب‌های مغزی احساسات کمتره. این مورد میتونه تا افسردگی هم پیش بره و حتی منجر به اضطراب بشه. شخص دیگه سطح بالایی از احساسات رو نداره. سطحش پایین میاد. حتی میتونه مثل فقدان احساسات باشه، مثل وقتی که دائما به یک جای دور خیره میشیم. نشانه بعدی بی اختیاریه. مثلا از دست دادن کنترل مثانه یا روده ها. مغز هم مثانه و هم روده ها رو کنترل میکنه. قطعا وقتی در بافت مغز مشکلی به وجود بیاد، کنترل این نواحی مشکل میشه. نشانه بعدی یبوسته که اون هم به سیستم عصبی مرتبطه، ولی به روده ها هم مربوط میشه. چیزی که باید بدونید اینه که روده تأثیر مستقیم روی مغز داره و مغز هم روی روده تأثیر داره. در واقع یک محور ارتباطی بینشون وجود داره. علتهای مختلفی میتونه در بروز آلزایمر نقش داشته باشه. در این بیماری سطح خونی مغزی ممکنه نابود بشه و یک جور نشتی رو به وجود بیاره. اما چی باعث این اتفاقات میشه؟ التهابات. اگر غذاهایی که میخوریم رو بررسی کنیم، قندهای تصفیه شده، نشاسته های تصفیه شده و روغن های تصفیه شده. داده های خیلی زیادی وجود داره که نشون میده روغن هایی که از دانه های گیاهی به دست میان 5 الی 6 بار گرما داده میشن و بعد ممکنه 5، 10 یا حتی 20 بار در رستوران های فست فودی استفاده و مجدد گرم بشن و بعد شما غذایی رو میخورید که در اون روغن غرق شده و این غذا داخل بدن میره و شدیداً التهاب آوره.
در واقع در حدود 80% تمام خوراکی‌های داخل فروشگاه‌های مواد غذایی این روغن‌ها موجودند. ولی نکته اینه که بین تمام چیزهایی که میتونن منجر به التهاب بشن، قطعا غذاهای به درد نخور یا غذاهای فوق فراوری شده هستن. بله، الکل و سیگار و دود قطعا مضرن، ولی بعد از اونها غذاهای فوق فراوری شده هستن. این نوع غذاها منجر به مقاومت در برابر انسولین میشن و این یک عامل مشترک در آلزایمر و زوال عقلیه. مقاومت در برابر انسولین باعث میشه نورون‌ها یا همون سلول‌های عصبی تشنه سوخت باشن، چون وقتی این مقاومت رو دارید به سلول‌های مغزی سوخت نمیرسه. به همین دلیل وقتی رژیمی میگیرید که کربوهیدرات‌های کمی داره، کیتون‌ها فعال میشن. کیتون‌ها میتونن این آسیب رو جبران کنن و مستقیم نورون‌ها رو تغذیه کنن و احتمالاً به همین دلیله که به آلزایمر دیابت نوع 3 گفته میشه. البته چیزهای دیگری هم در بروز التهابات که بعد منجر به آلزایمر میشه تاثیرگذار هستند. فلزهای سنگین، عفونت یا حتی فشار خون بالا که میتونه منجر به فشار شدید روی مغز بشه. شما ممکنه یک ضعف ژنتیکی خاص داشته باشید که در این صورتی است که ابتلا به آلزایمر در شما بالا خواهد رفت. این زمانیه که شما یک ژن خیلی خاص دارید که به شکلی تغییر پیدا کرده و عوض شده. بهش میگن APOE4. اکثریت جمعیت APOE3 دارن. اگر شما فقط یک نسخه از این ژن یعنی APOE4 رو داشته باشید، ریسک در ابتلا به زوال عقل تا 30% بالا میره، ولی اگر هر دو نسخه رو داشته باشید، عامل ریسک بین 50-90% بالا میره. این نوع ژن با یک تست ژنتیکی قابل تشخیصه، اما خبر خوب اینه اگه حتی از این ژن‌ها در بدنتون داشته باشید، با سبک زندگی درست میتونید این ژن‌ها رو کنترل کنید. اما فکر میکنم انجام این تست ژنتیکی کمک میکنه که ببینید این ضعف رو دارید یا نه، چون ممکنه بهتون انگیزه بده که از الکل و دود پرهیز کنید و شروع کنید به سالم‌تر خوردن و ورزش کردن. چون اگه این تغییرات رو به وجود نیارید، احتمالش هست که در ادامه با زوال عقل به مشکل خیلی بزرگی دچار بشید. از مهمترین تغییراتی که میتونید در سبک زندگیتون ایجاد کنید ورزش کردنه. دلیلش اینه که جریان خون زیادی رو وارد مغزتون میکنه و به ساخت و بازسازی میتوکاندریا در مغز هم کمک میکنه. ورزش مرتب میتونه ریسک شما در برابر آلزایمر رو به میزان چشمگیری پایین بیاره. مورد بعدی که باید رعایت کنید خوابیدنه، چون استرس مغز رو کاهش میده. مغز با کیتون ها خیلی بهتر کار میکنه تا با قند، پس باید رژیم غذایی رو دنبال کنید که کربوهیدراتش کم باشه، به نام رژیم غذایی کتوژنیک. روزه متناوب برای مغز خیلی مهمه. وقتی روزه میگیرید برای مغزتون نقش یک رشد معجزه‌وار رو داره. در واقع کمک میکنه سلول های مغزی جدید درون مغزتون رشد کنن. راه بعدی برای تقویت مغز و دوری از آلزایمر، استفاده که بیشتر از اسیدهای چرب اومگا 3 و حذف اومگا 6 از رژیم غذایی مونه. روغن‌های ماهی سرشار از اومگا 3 هستند. گروه ویتامین‌های B هم بسیار برای مغز مهم هستند. از جمله ویتامین B1 و فرم طبیعی ویتامین B9 یعنی فولیت و فرم طبیعی ویتامین B12 که متیل کوبالامین نام داره. ویتامین دی هم اهمیت خیلی زیادی برای مغز داره، چون ویتامین دی یکی از قدرتمندترین ضد التهاب هاست. چیز دیگری که شاید باور نکنید ولی برای بازسازی مغز خیلی خوبه، درمان سرده. ممکنه فکر کنید سرما چیزیه که به مغز آسیب میزنه، اما اگر یک لحظه به تاریخ فکر کنید، چند بار انسانها در هوای خیلی سرد از گرسنگی مردن. ما ژن‌های خیلی زیادی در مغز داریم که وقتی بدن سرد میشه شروع به کار میکنن و بهمون کمک میکنن تا زنده بمونیم. بدن شما تلاش خیلی زیادی در سرما برای حفاظت از مغز و نگهداری از اون میکنه، چون عامل کلیدی برای کمک به بقای شماست. البته درمان با سونا هم پیشنهاد میشه. مطالعات نشون داده که اگر شما در هفته بین 4-7 بار سونا استفاده کنید، میتونید ریسک زوال عقل رو تا 60% پایین بیارید.